رگ تاک نوشته فاضل قیبی فصل دهم ده سه چیستان تاریخی از آنجا که سرآغاز اصر قاجار نقشی تعیین کننده در شکل گیری تاریخ معاصر ایران یافت به نگاهی سه پدیده تاریخی پر اهمیت را که به صورت سه چیستان تاریخی مورد بیشترین تحریفات و دروغ پردازی ها قرار گرفته از نظر می گذرانیم. این سه چیستان عبارتند از جنگ ایران و روس تسلط قدرت های استعمارگر بر ایران سقوط پیدرپی پی صدر اعظم های پیشرفت طلب قائم مقام امیر کبیر جنگ ایران و روس جنگ های ایران و روس در نیمه اول قرن 19 میلادی را بسیاری تاریخ پژوهان، به درستی ضربه اساسی بر استقلال سیاسی ایران ارزیابی نموده و پیامدهای آن را عامل اصلی تبدیل ایران به یک قدرت دست نشانده تلقی کرده ام. نفیسی می نویسد نتیجه دوران فتحالی شاد این بود که ایران به دوره تنزل و انهدادی وارد شد که تا کنون هرگز جبران نشده است. جنگ دوم روسیه و شکست فاهش از لشکر باسکویچ سردار معروف روسی و اهدنامه ترکمنچای ضرر معنوی بسیار بزرگی به ایران زد که هنوز ما گرفتار آنیم و آن این بود که ایرانیان کاملا مرعوب اروپا شدند به راستین جنگ اول با روسیه 1803 1812 در مقایسه با جنگ دوم چندان زیان آور نبود و در درجه اول تنها به از دست رفتن مناطقی مسیحی نشین منجر شد که چندی پیش توسط آقا محمد خان به تصرف آمده اینک باز پس گرفته می شد. خلاصان که در گیرودر این جنگ لشکر ناپل اون به روسیه حمله آورد و چون دیگر ادامه جنگ با ایران برای ها دشوار گشته بود به موضعی آشتی جویان رانده شدند. امپراتور روسی میرزا ابوالحسن خود را در پیشگاه خیش حاضر فرمود و گفت ممالک گرجستان و آذربایجان را هرگز از در عنف و تعدی به دست نکرده ایم بلکه اهالی این مملکت به قدم رضا پیش شده اند و پناهنده دولت ما گشتند از کیش مروت و آین مملکت داری بعید است که پناهندگان دولت روسیه را دست بسته به کارداران ایران سپاریم به جمله مردم مملکت گرجستان و قراباق چون مذهب عیسی علیه السلام دارند نیکو آن است که در تحت فرمان پادشاه روس باشند لاکن در اراضی شیروان و گنجه و تالش مکروه نمیدارم و مسترد میسازم این نیز وقتی است که ایلچی مختار ما که سرحددار گرجستان است بدان عراضی درآید و رضای خاطر مردم باز داند در واقع نیز امضای عهدنامه گلستان را مردم آن سوی عرس که سرزمین ایشان از ایران جدا شده و به روسیه پیوسته بود بسیار ساده تلقی کرده اند و هیچ گونه نگرانی نداشته اند که چون که هما ناطق می نویسد روسا ولایت قفقاز را به ضرب شمشیر نگرفتند بلکه ظلم و جور ایرانیان سبب شد که اهالی از آنان یاری به طلبند از این روز که جنگ دوم با روس 1826-1828 میلادی را برمیگزینیم که 14 سال پس از خاتمه جنگ اول آغاز شد و شکست در آن پای لشکر روس به قلب میهن ما گشود. تبریز به تصرف درآمد و اگر روسیان پایتخت را متصرف نشدند و به دریافت قرامت گذاف عقب نشستم نه در مقابل مقاومتی از این سو بلکه به اعتراض انگلیس چنین کردند این شکست پس از کشور های نادرشاه و آقا محمد خان که اولی به هند حمله نمود و دومی تا آن سوی گرجستان به پیش راند ایران را از یک قدرت منطقه‌ای به دست نشانده دو امپراتوری روس و انگلیس بدل ساخت پس از این شکست نیز برخورد کشورهای اروپایی به ایران کاملا دگرگون شد و اگر پیش از این ناپل اون در پی جلب دوستی و همکاری ایران در مقابل روس بود و انگلیس از برآمدن نادری که دوباره بر هند حمله آورد واهمه داشت اینک ایران به دست نشانده روس و انگلیس بدل گشته بود انگلیس ها در از قدرت و امکان حمله مجدد ایران به هند واهمه داشتند و در سال 1800 میلادی سر جان ملکم مبالغ گذافی هدایا و رشوه به فتری و درباریانش داد و بیش از دو میلیون روپیه در آن سفر خرج کرد تا از او قول گرفت که در افغانستان برخلاف منافع انگلستان قدمی بر ندارد هنگامی که وحتلی شاه حاج خلیل خان قزوینی ملک و تجار را به سفارت فوقلاده معمور هندوستان کرد حکومت انگلیس در بمبعی دیویستن از سربازان بومی را برای پاسبانی او گماشت حال با توجه به اهمیت شکست سیاسی ایران در جنگ دوم با روس پرسیدنی است که چه کسی یا چه عاملی را باید مسئول آن دانست که اشاره رفت این جنگ پس از قلبی روسیه بر ارتش ناپل اون رخ داد و در افتادن با چنین قدرتی کمی چندی پیش بزرگترین نیروی نظامی اروپا را به زانو در آورده بود می توانست خسرانآور باشد مگر نه اون که همان جنگ اول نیز بر زمینه برتری همه جانبه روزها جز شکست برای ایران نتیجه ای نداشت چنانکه درباره جنگ استاندوز به سال 1812 نوشتند نکته باری که دیگر اینجاست که در جنگ استندوز که بر ایران شکست وارد آمد عده سربازان روز کمتر از قشون ایران بود اینها سه چهار مقابل آنها بودند تا اینجا منطق حکم می کند که روزها را عامل جنگ دوم به طمع پیروزی های باز هم بزرگتر بیابیم اما شگفتان که اسناد تاریخی از بیمیدی کامل طرف روسیات کرده اند نفیسی می نویسد چنانکه اسناد معتبر نشان میدهد دولت روسیه به همان اعتنامه گلستان قانع شده و دیگر در اندیشه جنگ با ایران نبوده است و در روزت و صفای ناصری آمده است که سفیر دولت بهیه روسیه با امنای دولت علیه عالی مجالس ملاقات آراز سخن از ترک خلاف راند و مفید نیفتاد با توجه به سودی که انگلیس را از تضعیف ایران در این جنگ آید شد میتوان بدین زنین گشت که در برافروختن آن دستش دست داشته است در این باره هما ناطق مینویسد، بنا به پیمان 1814 میلادی انگلستان قرار بست سالانه 200 هزار تومان در اختیار عباس میرزا بنهد مشروط بر اینکه همواره در جنگ با روسیان به سرحدات باشد تا آنان را از راه های هندوستان بر کنار دارد جالب این که طرف انگلیسی حتی همین مبلغ را نپرداخت. مقصود از این وعده دروغ این بوده است که ایرانیان را بفریبد و ایشان را به جنگ با روسیه دلیر کنند تا نتوان شوند. واقعیت این است که اگر طرف ایرانی را مسئول بدانیم باید مسئولیت را برگردن آن گذاشت که قدرت واقعی را نیز در دست داشت. مجتهدین در وادار کردن فتلی به آغاز دومین جنگ خود با روسیه نقش تعیین کننده داشتند. نگارنده روزت و صفای ناصری می نویسد الهاصل رأی تمام پیشوایان شریعت که حامیان ملت و دین مبین اسلام بودند بر این مقرر شد که باید حضرت قران با دولت بهیه روسیه ترک مصالحه و مدارا کند و لازم است و واجب شرعی که اداوت و منازعت آشکار سازد بسیار کسان از جمله سعید نفیسی به دربار ایران نسبت می دهند که در صدد بود از لشکر مذهب در این جنگ سود ببرد. یکی از عوامل شگفتی که دربار تهران برای قلب بر لشکریان روسیه به کار انداخته بود صدور فتوای جهاد از سوی روحانیون و از همه مهمتر از سید محمد مجاهد بود تصور تاریخی دیگر نیز وجود دارد که برای لشکر اسلام حسابی جداگانه باز می کند و جهاد با روسیه را امری غیر از جنگ لشکریان ایران می نمایاند و سید مجاهد سید محمد تباتبایی همان پسر تباتبایی که پیش از این یادش کردیم را به سرداری سپاه اسلام می رساند. از جمله نگارنده قصص و علما می نویسد چون دولت روس بر بلاد مسلمانان استیلا یافت پس مسلمانان احوال خود را به آقا سید محمد عرضه داشتند که کفار بر بلاد ما غلبه نمودند پس آن جناب به جهاد امر نمود و خود به نفس با جمع کثیر از علما و متدینین و طلاب به دان رفته لیکن مسلمانان تقصیر کردند و مغلوب روسیه شدند درباره جنگاوری آقایان همین بس که وی سید مجاهد به عزم جهاد به تبریز رفته و هنگامی که روسا به شهر نزدیک می شدند با چند تن برای برابری با ایشان از شهر بیرون رفته و پس از اندکی راهپیمایی ترس بر او غالب شده و از بیماری از پای در آمده و در بازگشت در سر راه قزوین از آن بیماری جان سپرده است نفیسی روشن نمی کند که بیماری ناشی از ترس سید مجاهد کدام بوده است. گفتنی است که این دومین حکومتگر در سلسله تباتبایی طب پیش از آن که جان خود را بر سر قدرت طلبی از دست دهد پا بر جای پای پدر گذاشته بود و مدرس در ریحانت الادب از او به عنوان یکی از عالی قدر ترین علمای عصر یاد می کند. وقتی سید در حوز مسجد شاه قزوین وضوع گرفته و اهالی آن بلده در اثر حسن عقیدتی که درباره وی داشته اند، تمامی آن آب حوز را به اندک زمانی محض تبرک و استشفا بردند همچنان که فتلی شاه را نیز نباید به طور مطلق گوش به فرمان مجتهدان دانست برای او و دربارش نیز نمیتوان چنان قدرتی قائل شد که آنان را به خدمت بگیرد واقعیت این است که کشاکشی عظیم و فتنه بزرگ در خود ایران مقدمه چنین فاجعه ای بوده است که خود حدیثی است مکرر در تاریخ معاصر مجتهدین که انجمن بودند به اتفاق فتوا راندند که هر کس با جهاد از روسیان باز نشین از, اطاعت یزدان سر برتافته مطابعت شیطان کرده باشد از آن سوی سفیر روس نیز چندان که سخن از در صلح راند سخنان او را وقعی نگذاشتند سفیر روس خواست تا مجتهدین را دیدار کند بلکه ایشان را از اندیشه جدال فرو دارد و خیشتن برگردن نهد که دست روسیان را از حدود ایران باز دارد و مجتهدین در پاسخ گفتند که در شریعت ما با کفار از در مهر و حفاوت سخن گفتن گناهی بزرگ باشد اگر چه روسیان از حدود ایران بیرون شوند هم جهاد با ایشان را واجب میدانیم نویسنده ناسخ و تواریخ فتلی شاه را تسلیم این فتنگری میابد. شاهنشاه دیندار و ولیعهد دولت نیست سخن ایشان ملایان را استوار داشت. هرچند که به مقاومت درباریان اشاره می کنند. معتمد دو دوله میرزا عبدالوها و حاجی میرزا عبالحسن خان وزیر دول خارجه رزم با روسیه را پسندیده نمیدانستند و رضا نمیدادند مجتهدین ایشان را پیام های درشت فرستادند و گفتند همانا و شما را در عقیدت و کیش خیش فطوری است و الا چگونه جهاد با کفار را مکروه می شمارید لاجرم ایشان دم در بستند گزارش زیر نشان می دهد که کار به این سادگی ها نیز نگذشته است تمامت ایران برا و دلهای عموم رعایا از مواعظ علما به هم برآمده گشت و زمام رفع این فتنه ازما از دست تصرف پادشاه دانش آگاه اسلام به در رفت و کار ملک به کف کفایت گروهی بی در افتاد احکام علما را بر اوامر سلطان ایران رجحان دادند و گوش جان و دل بر طاعت و اطاعت مجتهدی نهادند بازار لاف و گزاف گرم و دیده عقل و انصاف بی شرم گردید فتنه و آشوب چنان عظیم بود که فطلیشاه را عملا در مقابل دوراهی قرار داد که یا به جنگ بد فرجام گردن نهر و یا کار سلطنتش تمام گردد همه ی علما ایران در تهران گرد آمدند و در امر جهاد با روسیه گه بدنهاد همداستان شدند جاه زی جاه قاجار ناچار بدان گروه شریعت پژوه موافقت کرد و آنان را به قید مرافقت درآورد و اگر نعوذ بالله چنین نکردی بلوای عام شدی و کار سلطنت خاص تمام با توجه بدن که شاهان و حکومت ایران از این پس نیز بارها در مقابل چنین انتخابی قرار گرفتند که یا از مسند قدرت سقوط کنند و یا به عملی دست زنند که در جهت مخالف منافع ایران بوده است خواننده را به دقت در این پدیده تاریخی فرا میخوانیم تا اینجا دیدیم که شورش عام به رهبری علما چنان عرصه را بر فتحعلی شاه و ولیعتش تنگ کرد که دست زدن به جنگ را تنها راه نجات خود یافتند اگر کار به نیز پایان مییافت میتوان پنداشت که جنگیدن با دشمن کافر فریزه مذهبی مسلمانان بود و رهبری مذهبی نمیتوانست از انجام این فریزه سر باز زند و اگر دشمن قوی پنجه بر ارتش و حکومت ایران غالب آمد مسئولیت متوجه این رهبری نیست اما نقش رهبری شیعه همینجا خاتمه نیافت و آنچه ملایان پس از شروع جنگ کردند آن منگنه ای را تشکیل میداد که ایران دوران معاصر را خورد کرده است گزارش این ماجرا را از قول دو تاریخ نگار نقل می کنیم نگارنده ناسخ و تواریخ می نویسد این بار که ارستوف نزدیک شد از میان بلده تبریز میر فتاه نام چنان دانست که اطاعت امر امپراتور روس موروس مطابعت عوام و ناز خواهد شد و مهراب و منبر رونق و رواج دیگر خواهد یافت پس به منبر برآمد و دعای دولت امپراتور بگفت به یک بار مردم برشوریدن و قوقا در انداختن و حفظه و حرسه برج و بارو را به زیر انداختن. میرفت تا علمی افراشته کرد و مردم شهر را برداشته به استقبال لشکر روس ره سپار گشت جماعت روسیه را به ارک شهر تبریز درآورد در این هنگام نایب السلطان عباس میرزا که به آهنگ تبریز میتاخت به دو فرسنگی شهر رسید این قصه بشنید ناچار سر بتافت و به جانب سلماز شتافت نفیسی می نویسد سرانجام باسکویچ مصمم شد شهر تبریز را که پیداست برای دولت ایران چه اهمیتی داشته تصرف کند و سوی تهران بتازد و دولت ایران را یک سر از پا درآورد در این گیرودار آقا میر از پیشوایان روحانی شهر در برابر احکام جهادی که رقیبانش داده بودند همین که کار را سخت دید شرحی درباره بیدادگری ها و تاراجگری های شاهان قاجار بر منبر گفته عده کسیزی از روحانیون شهر با گروهی از مردم پیشباز سپاه روس آمدند و حلحله کردند و استحکامات شهر تبریز و انبارهای اسلحه و کارخانه های اسلحه سازی را روس ها فورا تصرف کردند و چند ساعت بعد همه آن سپاهیان با موزیک وارد شهر شدند مردم شهر کاخی را که مسکن عباس میرزا بود تاراج کرده بودند اما انبارهای اسلحه و قورخانه و کارخانه توپریزی را دست نخورده تحویل کارگزاران روسیه دادند در انبارهای شهر به اندازه خوراک پنج ماه لشکریان روسیه آزوغه بود از این قلم بر نمی آید ابعاد و پیامد این خیانت عظیم در تاریخ معاصر ایران را تفسیر کند همین بس که این نه اول بار بود و نه آخر بار که خنجر شارعین شرع انور قلب ایران و ایرانی را می دارید. گفته که همکاری ملایان با روسا به همین خاتمه نیافت و انگاه که مردم تبریز ده روز بعد قیام کردند بار دیگر به زانوشان درآوردند. روز سه نوامبر سیزده ربیع الثانی روزها در تبریز اعلانی منتشر کردند و مقدار مالیاتی را که اصناف مختلف میبایست بپردازند و با مشورت کتخداهای هر سنف معین کرده بودند به اطلاع مردم رساندند مردم شهر پرخاش کردند و دکانها را بستند و در میدانها ازدهام کردند و شهرت دادند که سپاهیان روز و فرمانده آنها را خواهند کشت میر فتاح نزد باسکویچ رفت و اطلاع داد که کارگزاران دولت ایران مردم را تحریک کردند. میر فتاح صورتی از نامهای ایشان به باسکویچ داد و چون آنها را زندانی کردند فتنه فرو نشست. تسلط قدرت های استعمارگر بر ایران تاریخ استعمار در خاور دور و میانه به خوبی نشان می دهد که در درجه اول نه قدرت نظامی بلکه برتری و نیروی تفکر اروپایی بود که در قرن 19 هم کشورهای این سوی جهان را زیر نفوذ و قدرت خود گرفت بحران مدنی و اجتماعی و نافرجامی کار نیروهای ترقیخا به قدرت های استعمارگر فرصت داد با تکیه بر نیروهای ارتجاعی در زیر سایه مذاهب قرون وسطایی بر این جوامع سوار شوند در حالی که میتوان نشان داد که در کانونهای فرهنگی شرق نیز حرکتهایی مشابه پروتستانیزم اروپایی در جهت دگرگونی مذاهب قرون وسطایی ظهور کرد و چنین تحولی یک قانونمندی عام جوامع بشری است از سوی دیگر کوتهبینی و آزمندی استعمارگران هرچند در کوتاه مدت اروپا را باز هم جلوتر انداخت اما جهان از هم گسسته و بحرانی امروز را موجد گردید. در توجیه تاریخی این پدیده باید گفت نیروهای مترقی در اروپای قرن 19 هم چنان درگیر مبارزه در کشور خود بودند که از درک پیامدهای سیاستهای استعماری قافل ماندند. اینجا تنها به عنوان طرح مسئله آمدن خارجی ها به ایران را در خطوط اصلی از نظر می گذارانیم. درست در نیمه اول قرن 19 هم که کشورهای اروپایی هنوز از نظر سطح رشد قوای مولده به پیشرفی دست نایافتنی نسبت به شرق موفق نگشته بودند در ایران روندی کاملا متفاوت جریان یافت و تحول منفی اجتماعی یعنی به حاکمیت رسیدن رهبری شیعه در واقع به عامل روبنایی تعیین کننده بدل گشت که پیشرفت کل جامعه ایرانی را تا به امروز ترمز کرد از این پس تا وقوع انقلاب اسلامی قدرت در ایران بر دو پای استوار شد و از دیدگاه تاریخی اجتماعی جامعه ایرانی سه پاره را در بر می گرفت. یکی حکومت سیاسی، دیگری مردم و سومی دستگاه حکومتگران شیعه که به موازات و در رقابت به حکومت سیاسی بر فرودستان جامعه حکم میراند. این سپارگی مهمترین ویژگی جامعه ایرانی و پیامدهایی یافت که به این شکل در جهان بینظیر است دوگانگی قدرت حاکمه در جامعه ای ایرانی زمینی بسیار مساعدی را برای نفوذ استعمارگران با استفاده از رقابت میان این دو قطب فراهم آورد بدین لحاظ نیز از دوران فتح علی شاه به بعد آنکه بخواهد میتواند در کشاکش های تند اجتماعی سیاسی همواره دست خارجی را در هدایت دستن در کاران بیابد ولی همونطور که اشاره شد این نفوذ گسترده نه علت بلکه معلول ساختار اجتماعی در ایران بود کسروی اولین اندیشمند ایرانی است که افسانه تسلط خارجیان بر ایران و نتایج حاصل از آن را به صورتی روشن و ساده مطرح ساخت کسروی میپرسد نفوذی که دولت انگلیس در ایران اعمال می کند چیست؟ از چه راه هست؟ آیا دولت انگلیس با توپ و تانک ما را مجبور می کند که فلانکار را بکنیم یا نکنیم؟ آن نفوذ دولت انگلیس که گفته می شود بیش از این نیست که مردان سیاسی ما کسان سوست نهاد و کوتاهندیشند و از طرف دیگر یک راه روشنی برای سیاست این کشور در پیش روی خود ندارند این است که پیروی از نظری نمایندگان سیاسی دولت انگلیس مینمایند. نمایند که به درستی سوست نهادی مردان سیاسی ایران را دیده فرهنگ مسلط بر جامعه ایرانی را نادیده میگیرد و نمیتواند نشان دهد که این سوستنهادی خود نتیجه برنیامدن خداگاهی ملی در میان دولت مردان ایرانی است و ریشه آن را باید در تسلط واپسگرای مذهب قرون وسطایی دانست ببینید درماندگی ایران در آغاز دوران استعمار به چه حد بوده است در عهد فتلی شا که دولت فرانسه با ایران از در دوستی در آمد نماینده ناپل اون هرچه جستجو کرد در دارالخلاف مترجمی برای ترجمه نامهای فرانسوی نیافت ناچار مراجعت کرد رفت به بغداد و از آنجا گویا مسیو جان داوود را همراه خود آورد آماناتق زمینه فرهنگی تسلط استعمار را بهتر دریافته است تاریخ صد ساله ایران نشان می دهد که واماندگی ما از پیش رفتنها به گناه استعمار و استثمار نبود. چه بسا آبشخور این واماندگی فرهنگی باشد که انوار ما را پس می راند. هرگاه با این جهان بینی در افتادیم همزمان راه بر دگر و اندیشه پیش رفت هم گشوده ایم. در فتح علی شاه خود بهترین تبلور این واماندگی بود. موقعی که شاه دنبال کسی میگشت که او را برای سفارت و ایلچیگری به انگلستان بفرستد و این مأموریت از آنجا که مقصد نهایی آن دربار یک پادشاه کافر خارجی بود در نظر عمرا و رجال محترم ایران چنان ناخوشایند و حتی خوفناک جلوه میکرد که هیچ کدام از آنها حاضر به قبول آن نمیشد پیشنهاد این مأموریت را به ابوالحسن خان کردند و او با در نظر گرفتن سود کلانی که از این گذر انتظار داشت فوراً آن را پذیرفت بر این زمینه اینکه ابوالحسن خان 25 سال در مقام وزیر خارجه و ایلچی فتحعلیشاه در دربارهای روس فرانسه و انگلیس سالی یک هزار روپیه از وزارت خارجه انگلیس مستمری دریافت میکرد نباید تعجبی برانگیزد خلاصه که اصول روابط ایران با کشورهای خارجی بر همین پایه قرار گرفته بود جان ملکوم سفیر ویژه انگلیس در دربار فطلی شاه مأموریت داشت از دو طریق با دادن رشوه و کمک به ایران وارد مذاکره شود اول اینکه سالی 300 یا 400 هزار روپیه برای مدت سه سال به دولت ایران بدهد دوم با دادن رشوه به شاه و بزرا آنها را با خود همراه گرداند ملکم راه دوم را پیش گرفت و به مقصد خیش نایل آمد از آن پس بود که روسیه و انگلیس دانستم که در ایران با حکومتی روبرو نیستم که حداقل برای خدمت به منافع خود هم که شده در مقابل خارجیان متحد عمل کند بلکه بارش دادن و خریدن این حاکم و آن منتظر الحکومه می توانند سیاست تفرقه انداز حکومت کن را به سادگی به پیش برند. با توجه به چنین خانه گسترده ای حتی به درایت ویژه نیاز نبود تا خارجیان از جمله انگلیس بتواند به زودی بر خم و چم سیاست ایران تأثیر بگذارد. از این دیدگاه باید گفت آنان که به افسانه پردازی درباره مکر و حیله انگلیس و فساد برانگیزی خارجیان پرداخته اند باید جوابگو باشند که انگلیسی ها به چه وسایلی فساد را در کشور ترویج دادند. و با کدام ابزار مغزشویی از دولت مردان ایران چنین فرومایگان و گدا ساختند که مثلا نگارنده از سبا تا نیما می نویسد انگلیس ها برای حفظ منافع خود و پیشگیری از گسترش قدرت روسیه در ایران فساد را در کشور ترویج دادند و کسان پست و نالایق و بی شخصیت را بر سر کارهای مهم آوردند و با دادن پول و وعده مقام و منصب و گاهی تهدید و تخفیف دربار و دولتهای ایران را در اختیار خود گرفتند از نبود خداگاهی ملی در برابر فرهنگ فلج کننده اسلامی که بگذریم به عامل مهمتر نفوذ خارجیان می رسیم و آن خود پایگاه حکومت مذهبی است رهبری شیعه که از همان ابتدای رسوخ خارجیان به ایران همواره از به وجود آمدن هر نوع رابطه سالم و پایا پا میان حکومت و کشورهای خارجی به عنوان همدستی با اجانب کافر جلو گرفت خود با برقراری بهترین روابط با آنان در تضعیف حاکمیت سیاسی کوشید قدر مسلمان که رابطه با دنیای خارج می توانست دیر یا زود از نفوذ ملایان بر امت بکاهد و برای اقلیت های مذهبی ایران در درجه اول مسیحیان و یهودیان پشتیبانی فراهم کند. این خطر رهبری مذهبی را برانگیخت تا با یورش بر حاکمیت سیاسی به قدرت نمایی بپردازد تا به خارجیان نشان دهد که حکومتگر واقعی در این دیار کدام است. شورش علنی مجتهد اصفهانی سید شفتی که دیرتر با او آشنا خواهیم شد را بدین انگیزه نیز میتوان ارزیابی نمود پیش از روزها حریف انگلیسی به زودی دریافت که دربار ایران حاکم واقعی بعد سرنوشت این کشور نیست و با حمایت از رهبری مذهبی در پرگاه سقوط و نابودی میتوان با کمترین هزینه بر ایران دست انداخت این نکته مهم تاریخی نیز ناگفته نماند که کوشش روس و انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی در جهت نفوذ بر سیاست ایران در درجه اول ناشی از موقعیت جغرافیایی کشور بود. واقعیت تلخی است اما باید اعتراف نمود که در این دوران پیش از کشف منابع نفتی صحبت از قارت کشوری که از یک قهدی به قهدی دیگر در می قلتید و در سالهای پرباری حد اکثر چند تن پنبه و کتیرا و یا چند خروار تریاک و الیاف کل محموله صادراتی را تشکیل میداد مبالغه بیش نیست تازه این قارت را عامل عقب ایران نشان دادن بیشتر می خاصی میطلبد که میدانیم آن را در کدام سو میتوان یافت آری حتی اگر قارت استعماری را به بدترین شکل تصویر شده بپذیریم هنوز به این سوال باید جواب گفت که مگر نه ایران پیش از این هم با قارتگرانی از عمره تاتار و مغل روبرو بوده است چرا هیچگاه به دین زلت و ازمهلال دچار نگشته بود؟ بگذاریم همدستی کارگزاران سیاست خارجی انگلیس با حکومتگران امام به سر نه تنها اولی را به سهل ترین راه بر ایران مسلط می ساخت و دومی را از مرگی حتمی نجات داد بلکه برای ایران از جوان به خسرانآور دیگری نیز برخوردار گشت که به موقع از آن سخن خواهیم گفت. اینجا تنها به یک نکته اکتفا می کنیم که این همدستی نه تنها امکان بقای رهبری مذهبی را فراهم آورد بلکه به او امکان داد چنان بر اجنبی پرستی دربار حمله آورد که رفت رفته, رفته رنجبارترین جنبه حافظی تاریخی ایرانیان یعنی تهاجم اعراب به ایران و پیامدهای ناشی از آن زدوده شد و متولیان دین عربی با حمله به اجانب اجنبی بودن دین را در پرده گذارند و در پشت غرور ملی ایرانی که تا پیش از این تداوم یافته بود موضع گرفتند از این پس امام بسران با دامن زدن به حساسیتی که گهگاه به شکل تشنج اجتماعی و حتی وحشیگری سازمان یافته نیز ظاهر می شد توی پرانتز مانند قتل گریبایدوف سفیر و دیگر اعضای کاردار سیاسی روسیه پرانتز بسته نه تنها رابطه امت با خارجیان را زهرالو ساختند بلکه از به وجود آمدن هر نوع تبادل سالم جلو گرفتند. نیم قرن بعد از این نیز که رفته رفته ارتباط ایران با دیگر کشورها به صورت ترمز ناپذیر فزونی یافت و رفته رفته قشری از جامعه شیعه زده ایرانی به دو بازی روحانیت پی می برد، بدین توهم و ساده اندیشی دامن زده شد که اگر دست خارجی از ایران کوتاه شود ایران یک شبه ره صد ساله پیموده و به شاهراه ترقی قدم خواهد گذارد این حساسیت بیمارگونه ره به دانجا برد که هموار کافی بود نشان داده شود کسی روابطی با خارجیان دارد و یا حتی نشست و برخواستی تا او در تاریخ ترین تصویرها به نمایش گذاشته شود پس از ملایان نیست این موضع سیاسی زمانی مقبولیت عام یافت که چپهای ایران بدون کوچکترین تفاوتی با تاریکندیشان یک قرن پیش از خود مبارزه ضد امپریالیستی را داروی همه دردهای ایران انگاشتند قافل از آن که موضع ازجنبی ستیزی امام بسران نه از آن ناشی گشته بود که آنان را صد راه پیش رفته ایران ساخته بودند بلکه نشست و برخواست با خارجیان می توانست در میان امت به آگاهی های دامن زند که بدان سایه سنگین حکومت هزار ساله را از سر خود کم کند آنچه اسماعیل رائین یکی از مبلغان معاصر امام بسران در این باره نوشته بدون تفسیر گویاست در آن روزگار هنوز همه مردم و به طریق اولا متشرعین دو آتش فرنگی را نجس و بردن نامش را حرام و رفت آمد و نشست و برخواست با او را مخالف آین مقدس اسلام می دانستند و ای کاش این فکر تا به امروز در این مرز و بوم باقی مانده بود. آری واقعا آرزوی کسانی مانند اسماعیل رائین در یک دهه پیش از انقلاب اسلامی همین بود که ای کاش ایران همان ایران اصر فتلیشا باقی می ماند و هیچگاه بر حکومت انحصاری روحانیت بر جامعه ایرانی خدشه ای وارد نمی آمد. حال که سخن از اسماعیل رائین رفت به این شگرد روحانیت نیز اشاره کنیم که در دوران پهلوی با توجه به بالا گرفتن دامنه آگاهی هایی که دیگر قدر قدرتی خارجی ها در ایران را جدی نمی گرفت نعل وارونه زدند و خود به افشای روابطشان با خارجیها پرداختند از جمله اسماعیل را این با انتشار اطلاعات سوخته از اسناد وزارت امور خارجه انگلیس کتاب های پرشماری در این باره نوشت که با وجود ممنوعیت در سطح وسیعی پخش کردید. محتوای این کتاب ها چیزی نیست مگر ارائه سند و مدرک برای این شایعه که هر چه در ایران می‌گذرد زیر سر انگلیسی هاست. اسماعیل را این با تکیه بر اسناد وزارت امور خارجه انگلیس خود بزرگ بینی انگلیسی را چون که بر اعتماد به نفس ایرانی وارد آورد و درست با پنهان ساختن زمینه نفوذ انگلیس در ایران بارها این گفته هاردینگ سفیر انگلیس را تکرار می کند که اختیار تقسیم وجوه موقوفه اود هند در دست من مانند اهرامی بود که با آن می توانستم همه چیز را در بین نهرین و ایران بلند کنم و هر مشکلی را حل و تصویه نمایم. محور اصلی این افشاگری ها این بود که با نشان دادن حلقه بگوشی گوشی دولت مردان قاجار از سوئی کومت های ایران در دوران معاصر را یک سر اجنبی پرسل بدهد و از سوی دیگر حساب روحانی نمایان را از روحانیون که نامشان غرق در افاف و شرف و تقوا و فضیلت است جدا سازد به منظور روشن شدن تأثیر فلج کننده این افشاگری ها کافیس ببینیم کسی مانند استاد محیط تبا طبع در عین شیعه زدگی عمیق در این باره نوشت اگر فردا روسا هم اسنادی را که از عهد کاترین به بعد راجع به ایران گرد اند منتشر کنند و در صورتی که مدارک سیاسی وزارت امور خارجه فرانسه و عثمانی و اتریش انتشار یابد دنباله این سیاه روی و تبهکاری شاید تا جایی امتداد یابد که شامل حال روستاییان یعنی شمال و شرق و سهرنشینان غرب و ملهان جنوب ایران هم گردد. سقوط پی در پی صدر اعظم های پیش رفت طلب قائم مقام امیر کبیر سپه سالار امین و دوله سه نقطه برامدن مردانی بزرگ به وزارت شاهان قاجار یکی از پدیده های مهم و از هر نظر قابل توجه این دوران است هم قابل تعمق است که چگونه چنین مردانی در دربارهای مستبد و فاسد قاجارها برآمدند؟ و هم قابل بررسی که تکرار چند باری اروج و سقوط دهشتناک آنان بر چه زمینی اجتماعی و سیاسی رخ داده بود. قائم مقام فراهانی وزیر محمد شاه، امیر کبیر و سپه سالار وزراء ناصر الدین شاه و امین الدوله وزیر مزفر الدین شاه معروفترین و مهمترین نمونه چنین مردانی هستند. پرسیده است. اگر خودکامگی به استبداد شاهان قاجار چنان بود که در کتاب های تاریخی توصیف می گردد برکشیدن چنین کسانی به چه علت صورت گرفته است و سوی دیگر علت سقوط نابهنگام آنها که اغلب مرگی فجیع را در پی داشت چه چیز بوده است در جای دیگر درباره سپه سالار و امین و دول سخن خواهیم گفت درباره قائم مقام و امیر کبیر میدانیم که در به تخت نشستن محمد شاه و ناصر دین شاه نقش اساسی داشتند و از این لحاظ می توان به آن دو حاج ابراهیم کلانتر اعتماد و دوله را اضافه نمود. اعتماد و دوله نه تنها راه را برای فرمانروایی آق آقا محمد خان قاجار فراهم کرد بلکه بر تخت نشستن فتلی شاه را نیز با از میدان برون کردن رقیبان ممکن ساخته بود فدلی شاه چندی پس از تاج در یک روز معین دستور داد که عموم بستگان اعتماد و دوله را دستگیر کردند و بعضی از آنها را کشتند و جمعی را کور کردند و خود او را که در به سلطنت رسیدن او نهایت کفایت و کاردانی را به خرج داده بود کور کردند و زبانش را بریدند. میدانیم که محمدشاه هر هرچند به تدبیر قائم مقام فراهانی به سلطنت دست یافت چون قسم خورده بود دستش را به خون او آلوده نکند دستور داد وی را خفه کنند. سرنوشت امیرکبیر نیز معروف تر از آن است که به اشاره نیاز باشد. حال چیستان این است که چرا این سه شاه سه صدر اعظمی را که خود نمک خورده و نمک پرورده آنان بودن نابود ساختند آیا تکرار این پدیده تاریخی خبر از نوعی قانونمندی نمیدهد که با درک آن میتوان به شناخت جامعه ایرانی در صده گذشته روزن ایگو شود؟ در کتاب های تاریخ قتل فجیع و قدارانه قائم مقام چنان از زمینه واقعی جدا می گردد که تو گویی اگر شاه به چنین جنایتی دست نمیزد، زد قائم مقام ایران را به بهشت برین بدل می ساخت. در حالی که تراژدی زندگی او و بسیار کسان مانند او درست همین بود که نه تنها خود محصول جامعه شیعه زده آن روزگار بودند بلکه شرایط فلج کننده اجتماعی و بنبست سیاسی اصولا به چنین کسانی اجازه نمیداد به اصلاحی بنیادی دست زنند چنانکه از اصلاحات قائم مقام در زمینی دیوان سالاری و تنظیم اوضاع مالی دربار پس از او اثری به جا نماند در این حال باید گفت برعکس اعمال تاریخی قائم مقام از او چهره ای منفی نیز ارائه می دهد. میرزا ابوالقاسم فراهانی قائم مقام قرارداد ترکمنچای را با روسا تنظیم و امضا کرد. تنها کوشش او این بود که روسا ولیهدی محمد میرزا پسر عباس میرزا را به رسمیت بشناسند. جهانگیر میرزا و خسرو میرزا دو برادر شاه را که در قلعه اردبیل زندانی بودند نابینا کرد و بدین ترتیب وسائل جلوس او را فراهم آورد. بر این مبنا نه تنها امثال قائم مقام نیز از خشونت زمانه بی بهره نبودند بلکه شیع زدگی آنان خود راه را برای تحکیم باز هم بیشتره تسلط مذهب قرون وسطایی می گوشود. درباره اولین کتابی که در ایران آن روزگار به زبان فارسی چاپ شده میخوانیم میرزا ایسا قائم مقام پیشکار آذربایجان رساله ای شامل فتاوی شرعی به جهاد و احکام جهاد و محسنات جهاد به زبان فارسی نوشته در چاپخانه سربی که در همان زمان از اروپا آمده بود دو بار چاپ کرد و این رساله نخستین کتابی است که به زبان فارسی در ایران چاپ کرده اند و به نام رساله جهادی معروف است با این همه برآمدن چنین مردانی در زیر سایه سهناک و خفقاناور حکومت مذهبی نشان از زایایی جامعه ایرانی در سیاهترین ترین های تاریخی دارد. بر روی قائم مقام بر خفقان زمانی خیش به خوبی آگاه بود و خود را وصله ای ناجور بر قامت شیع زده دوران خود می یافت در نامه ای نوشت مردی که اینجا بی پرده و هجاب حرف بزند نادر تر از آن است که زنی در فرنگ با چادر و نقاب راه برود زنزان که سگان به جیف گرد آگند. با سکسفتان نشسته بر این گاه همی زند به شنگالم، وان گاه همی گزد به دندانم با روشن شدن ساز و کاری که سرنوشت فجیع قائم مقام را پیشاپیش تعیین می کرد سرنوشت امیرکبیر کبیر نیز نباید تعجبی برانگیزد. لازم به تأکید نیست که اینجا پیش از آن که به فشار مستقیم رهبری مذهبی در جهت سرنگونی قائم مقام و امیر کبیر توجه شود می آن درماندگی اجتماعی را نشان دهیم که خود ناشی از شیعه زدگی امت بود این مهم از دید کسی مانند کنتو گوبینو سفیر فرانسه نیز پنهان نمانده است من روزی به یک ایرانی که از این حادثه قتل امیر کبیر نالام بود گفتم اگر امیر کبیر را شاه نکشته بود مردم که به دزدی و درو خو گرفتند او را که مانع این دو کار بود می گفت شما حق دارید. وگرنه یعنی در سهم عمده رهبری مذهبی در سقوط قائم مقام و امیر کبیر کوچکترین شک تاریخی وجود ندارد. میرزا مهدی امام جمعه اول تهران که در توطعه قتل قائم مقام دست داشت برانداختن آن مرد بزرگ را به وزیر مختار انگلیس تبریک گفت نکته ای که آگاهان پنهان نگه داشته شده همین است که شاهان قاجار نه تنها برای بر تخت نشستن به چنین کسانی نیاز داشتند بلکه بعدها نیز از اقدامات اصلاح طلبانی آنان پشتیبانی نمودند به ویژه رابطه ناصرالدین شاه و امیر کبیر بسیار صمیمانه بود و به تعیید فریدون آدمیت ناصر شاه از امیرکبیر چنان محبت پدرانه ای دیده بود که پس از خلع او به یاد وزیرش می گریست چنان که در نامه ای به او نوشت خدا قسم اگر کسی چه در حضور من و چه پیش اشخاص دیگر یک کلم بی احترامی درباره شما بکند پدر سوختم اگر او را جلو توپ نگذارم این واقعیتی تاریخی است که شاه به قتل امیر کبیر رضا نمیداد چنان که دو روز پس از ازلش نیز به او نوشت به خدا قسم به خدا قسم هرچه می نویسم حقیقت است و فوق العاده شما را دوست می دارم. خدا مرا بکشد اگر بخواهم تا زنده ام از شما دست بردارم یا اینکه بخواهم به قدر سر سوزنی از عزت شما کم کنم بدین ترتیب خل و سپس قتل امیر کبیر را تنها انتخابی باید دانست که ناصر شاه در پیش رو می دید. یا باید امیر کبیر را خل کند و یا خود نیز سقوط نماید به شاه خاطر نشان کردند که اگر طالب ایمنی اورنگ پادشاهی است باید او را معدوم گرداند